سرخط خبرها. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا میگوید باید از مقاومت علیه طالبان حمایت شود. دبیر شورای پناهندگان ناروی خواستار پیام واحد جهان در برابر طالبان شد. شیر محمد عباس استانکزی به مردم افغانستان میگوید از فرمانهای خلاف شریعت پیروی نکنید. یوناما میگوید کمک های نقدی در اختیار طالبان قرار نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران 3 معترض دیگر را به مرگ محکوم کرد. دولت پاکستان حکم بازداشت عمران خان را صادر کرد. و آغاز دوباره حملات روسیه بر اوکراین. با خبرهای تازه این ساعت از کانال زنگوله خوش اومدید. مشروع خبرها. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا میگوید باید از مقاومت علیه طالبان حمایت شود. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا میگوید که طالبان تغییر نکردند بلکه در 20 سال گذشته تندروتر شدند. جان بولتون در گفتگو با رسانه‌ها افزود که تنها راه این است که آمریکا از مقاومت علیه طالبان حمایت کند و باید به مردم اجازه داد سرنوشت خود را به دست بگیرند. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا تأکید کرد که مقاومت علیه طالبان در حال افزایش است و باید آن را جدی گرفت. با گفته آقای بولتون مردم افغانستان طالبان را انتخاب نکردند بلکه این گروه بر آنها تحمیل شده است. آقای بولتون در پاسخ به پرسشی در مورد احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی گفته است که فکر می کنم هنوز زود است در این مورد صحبت کرد. اما در روزه های نخست آغاز این حرکت علیه طالبان در پنجشیر هیچ کس تصور نمی کرد آنها دوام بیاورند. اما آنها توانستند دوام بیاورند و بر فضای حاکم تأثیر بگذارند. دبیر شورای پناهندگان ناروی خواستار پیام واحد جهان در برابر طالبان شد. دبیر شورای پناهندگان ناروی که در کابل به سر می‌برد، در تازه‌ترین اظهاراتش خواستار پیام واحد جهان در برابر حکومت طالبان شده است. یان اگلند دبیر شورای پناهندگان ناروی امروز در توییتر از دیدارش با سفیران قطر و ترکیه در کابل خبر داده است. آقای اگلن نوشته است که از همسویی و حمایت کشورهای اسلامی به ویژه قطر و ترکیه در موضوع لغو ممنوعیت تحصیل و کار زنان در افغانستان سپاسگزار است. دبیر شورای پناهندگان ناروی افزود که ما به یک پیام جهانی واحد در برابر رهبری طالبان نیاز داریم. شیر محمد عباس استانکزی به مردم گفته است از فرمانهای خلاف شریعت پیروی نکنید. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان گفته است که مردم می توانند از فرمانهای این گروه در صورتی که خلاف شریعت باشد پیروی نکنند. عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان این مطلب را در یک سخنرانی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود اما زمان و مکان آن مشخص نیست بیان کرده است. استانکزی با روایت از دوره پیامبر اسلام میگوید که مسلمانان حق دارند از دستورهایی که در تضاد با شریعت اسلامی باشد اطاعت نکنند. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان تاکید میکند که اطاعت از اوامر بر مسلمانان واجب است که مطابق به شریعت باشد. هرچند عباس استانکزی به گونه مشخص از فرمان یاد نکرده اما ظاهرا اشاره او به فرمانهای اخیر رهبر طالبان است که آموزش، تحصیل و کار زنان را ممنوع اعلام کرده است. یوناما میگوید کمک های نقدی در اختیار طالبان قرار نگرفته است. یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که حدود 1.8 میلیارد دلار کمک های نقدی بشردوستانه پس از حاکمیت طالبان به افغانستان ارسال شده اما در اختیار طالبان قرار نگرفته است. یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان امروز از ارسال حدود 1.8 میلیارد دلار کمک های نقدی بشردوستانه پس از حاکمیت طالبان بر کشور خبر داد.
در اعلامیه یونما آمده است که از دسامبر سال 2021 تقریباً 1.8 میلیارد دلار پول نقد برای انجام فعالیت این سازمان و شرکای آن به افغانستان سرازیر شده است. در بیانیه یونما گفته شده که در مورد روش‌ها، زمانبندی، تاریخ و مقدار ارسال پول نقد اظهار نظر نمی‌کند. اما افزوده است که این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان و مقامات طالبان قرار نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران 3 معترض دیگر را به مرگ محکوم کرد. با وجود واکنش‌های تند بین المللی، قوه قضاییه ایران امروز 3 معترض بازداشت شده در اعتراضات سراسری اخیر را به اتهام محاربه و اسلحه کشیدن به مرگ محکوم کرده است. قبل از این جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 2 مرد معترض را اعدام کرد. یکی از این 2 قهرمان کاراته بود و چندین مدال ملی داشت. صالحی میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی کسانی هستند که به اتهام قتل اعضای بسیج در اصفهان محکوم به مرگ شدند. نیروهای بسیج در خط مقدم سرکوب معترضان در جریان اعتراضات اخیر حضور داشتند. دولت پاکستان حکم بازداشت عمران خان را صادر کرد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که کمیسیون انتخابات این کشور حکم بازداشت عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را صادر کرده است. بر بنیاد اطلاعات نشر شده، حکم بازداشت عمران خان به اتهام توهین به احکام دادگاه این کشور و حاضر نشدن به جلسه رسیدگی به تخلفات صادر شده است. مسئولان کمیته رسیدگی به تخلفات در کمیسیون انتخابات پاکستان در جلسه رأی به صدور حکم بازداشت عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان و 2 تن دیگر از اعضای ارشد این حزب دادند. و آغاز دوباره حملات سنگین روسیه بر اوکراین. مقامات اوکراینی از حملات سنگین هوایی و زمینی نیروهای روسی در جریان 24 ساعت گذشته در شرق و جنوب این کشور خبر می‌دهند. به گفته مقامات، شهر زاپروژیا و روستای کراماتورسک در منطقه دونباس شاهد بیشترین حملات بودند. از کشته شدن چند تن در این حملات گزارش شده، اما آمار دقیق قربانیان تا هنوز معلوم نیست. اردوی اوکراین روسیه را متهم می کند که در شهر جنوبی خرسون از مهمات سنگین استفاده کرده و این شهر را مورد بمباران قرار داده است.